عزیزان، یه جمله اکتیو میخوام یه نکته جالب دیگه بهتون یاد بدم. یه جمله اکتیو نگاه بکنید، خواهش میکنم. A famous artist has drawn this painting. یه جمله معلوم، اکتیو، فعال. معنیش یه هنرمند مشهور این نقاشی رو کشیده است. has drawn چیه؟ ماضی نقلیه. خب معادل فارسیش میشه چی؟ کشیده است. یک هنرمند مشهور این نقاشی را کشیده است. این جمله چیه؟ اکتیوه. یعنی چی؟ اون هنرمند مشهور در ارتباط با کشیدن این نقاشی چی بوده؟ فعال بوده، کارو انجام داده. اوکی، خب a famous artist چیه؟ جمله است. subject، نهاد یا همون فاعل. خب has drawn چیه؟ جمله است. verb، فعل جمله است. this painting چیه؟ جمله است. object، مفعول جمله است. این جمله رو میخواییم چیکارش بکنیم؟ پسیوش بکنیم، مجهولش بکنیم. اولین شرطش اینه که چیکار بکنیم؟ a famous artist رو نیاریم اول جمله، دوباره میشه معلوم دیگه. خب a famous artist رو لزومی نمیدونیم بگیم، مهم کشیده شدن این نقاشیه. چیکار میکنیم؟ a famous artist رو نمیاریم. خب بابا جمله نهاد میخواد، یه چیزی باید بیاد اول جمله تا جمله تشکیل بشه، ساخته بشه. چیکار میکنیم؟ این مفعول رو تبدیلش میکنیم به نهاد، میاریمش اول جمله. این میشه سابجکت. ببینید این از حالت آبجکت در میاد، میشه سابجکت. آبجکت یعنی مفعول، سابجکت یعنی نهاد. این میشه نهاد. خب حالا برای اینکه مجهولش بکنیم، ببینید has drawn به چی تبدیل میشه. نگاه کنید خواهش میکنم، میشه has been drawn. drawn همون پس پارتیسیپله، یه دونه بی باید اضافه بشه. خب این به چه شکلی میاد؟ به صورت بین میاد. چرا باید به صورت بین بیاد؟ به خاطر اینکه قراره بعد از فعل کمکی has بیاد. همیشه ما بعد از فعل های کمکی have و has و had چه صورتی از فعل رو به کار میبریم؟ پس پارتیسیپل به کار میبریم. خب پس پارتیسیپل بی رو میاریم، این میشه بین، این هم میشه drawn. میدونید چی میشه؟ این نقاشی کشیده شده است. خب کشیده شده است، این میشه چی؟ این میشه verb. این میشه چی؟ این میشه فعل. متوجه شدید؟ ببینید این مجهول اونه. اوکی، معنیش میشه این نقاشی کشیده شده است. اوکی، حالا میخواید در واقع اهمیت کشیده شدن این نقاشی رو به وسیله یک هنرمند مشهور نشون بدید، چیکار میکنید؟ هنرمند مشهور رو میتونید در آخر جمله پس از حرف اضافه بای بیارید. ببینید بگید بای famous artist، به وسیله یک هنرمند مشهور. این جمله چیه؟ این جمله مجهوله. اوکی، این جمله مجهوله. خب میگید اگر هنرمند مشهور رو میشناسیم چرا اینو مجهولش کردیم؟ به خاطر اینکه نمیدونیم کدوم هنرمند مشهور. A famous artist، یک هنرمند مشهور، اسمشو نگفتیم که پیکاسو، رافائل، داوینچی، نمیدونم مونس، نمیدونم کیه، یا مثلا از ایرانیای خودمون نقاش بسیار بسیار بزرگ و شایستمون کمال الملک، کدومه؟ مهم نیست، مهم اینه که به وسیله یک هنرمند مشهور کشیده شده. خب این famous artistی که آخر جمله اومده چی کار است؟ نهاده؟ نه بابا، نهادمون که نقاشیه. پس چی کار است؟ ببینید چی کشیده شده؟ نقاشی. نهاد کشیده شدن چیه؟ نقاشی. هنرمند مشهور چیه؟ کشیده شدن نقاشیه. کشیدن نه، کشیده شدن نقاشیه. فاعل که نیست، فاعل بود اول جمله می اومد. متممه کشیده شدن، بعضی از بچه ها توی کلاس میگن متممه کشیده شدن. یعنی چی متممه کشیده شدن؟ نقاش مشهور متممه کشیده شدنه؟ نه، چیه کشیده شدن نقاشیه؟
نمیدونید احتمالاً، شاید بعضیاتون پیدا کردید، عامل کشیده شدن نقاشیه. گرفتید؟ عامل رو به زبان انگلیسی چی میگن؟ میگن ایجنت، یعنی نماینده، یعنی عامل. خب ایجنت رو کجا میارن؟ پس از حرف اضافه بای میارن، برای تأکید روی اینکه نقاشی به وسیله یک هنرمند مشهور کشیده شده. متوجه شدید؟ این حرف اضافه بای میتونه یه نشانه خوبی برای شناختن جمله‌های مجهول باشه. اینم در نظر بگیرید. پس از نقطه چین، پس از نقطه چین که اینو خالی میکنن، اگر حرف اضافه بای دیدید میتونید حدس بزنید که احتمالاً این جمله مجهوله. این بود داستان مجهول ها. خواهش میکنم یک بار دیگه، دو بار دیگه دوره بکنید، بعد بیاید سراغ تست تا بتونید بهتر بفهمید. توی هومورک هم همینطور، میخواید هومورک رو انجام بدید، اول این مطالب رو دوره بکنید، بعد بیاید سراغ هومورک. کامل دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار ببینید. مجهول ها یه خورده بد جا میفتن، یه خورده سخت جا میفتن. خیلی خوب، حالا بریم و تستا رو چک بکنیم. این تستا همه مال کنکورن. عزیزان نگاه کنید، my bike I'm going to call the police. ببینیم گزینه ها بیو پس پارتیسیپل دارن. گفتم اگر گزینه ها بیو پس پارتیسیپل داشتن به این که جمله مجهوله شک کنید. ببینیم گزینه ها بیو پس پارتیسیپل دارن. stole داره؟ نه نداره. was stealing داره؟ بی داره، پس پارتیسیپل نداره. گزینه سه has been stolen داره؟ بله داره. نگاه کنید، این بیش، اینم پس پارتیسیپلش. گزینه چهار بی پس پارتیسیپل داره؟ بله داره. نگاه کنید، این بی، اینم پس پارتیسیپلش. نکنه مجهوله. وای اینجوری شک، نکنه مجهوله. خب حالا میخواییم ببینیم مجهوله. استیل یعنی چی؟ دزدیدن. دزدیدن گذرا به مفعول یا ناگذراست؟ ما میگیم من دزدیدم، بلافاصله شما میگید چیو؟ کیو؟ خب نیاز به مفعول داره. خب قرار شد ببینید آیا مفعول بعد از نقطه چین اومده یا نیومده. نیومده، پس کجاست؟ اوه اینها، مای بایک اول جمله است. ببینید رنگا مشخصه، تمام مفعولا رو با آبی مشخص کردم. خب مای بایک مفعوله. خب وقتی مفعول میره اول جمله، جمله چیه؟ مجهوله. پس گزینه ای درسته که بی و پس پارتیسیپل داشته باشه، یعنی یا سه یا چهار. خب این چه زمانیه؟ ماضی نقلی یا حال کامل. این چه زمانیه؟ گذشته استمراری. خب با هر دوتا معنی میکنم ببینید کدوم درسته. با گزینه سه، دوچرخم دزدیده شده، قصد دارم به پلیس زنگ بزنم. با گزینه چهار، دوچرخم داشت دزدیده میشد، قصد دارم به پلیس زنگ بزنم. کدوم درسته؟ آفرین، میگید سه خودش. گرفتید چجوری پیدا کنید؟ آفرین. خب بریم تست بعدی. ریاضی کنکوره. ببینید توی اول، ببینید توی گزینه‌ها بی پس پارتیسیپل هست، دیسکاور نداره، هاد دیسکاورد نداره، پس پارتیسیپل داره، بی نداره. هاز دیسکاورد نداره، پس پارتیسیپل داره، بی نداره. گزینه 4 واز دیسکاورد داره. واز بیشه، دیسکاورد چیشه؟ پس پارتیسیپلشه. وای اینجوری، نکنه مجهوله، شک. دیسکاور یعنی چی؟ کشف کردن. کشف کردن گذرا به مفعوله دیگه، چه چیزی را، چه کسی را، درسته؟ خب مفعول بعدش اومده؟ نه، این 1895 تاریخ، تاریخ مفعول نمیشه. مفعول کجاست؟ اینها، X-ray process. یعنی چی؟ روش استفاده از اشعه X، درسته؟ کدوم گزینه درسته؟ قطعا همون گزینه 4 درسته دیگه. روش پرتو نگاری X در سال 1895 کشف شد. کی کشفش کرد؟ خب ما میدونیم رونتگن، ولی مهم نیست، مهم کشف اشعه ایکس. اینکه کی کشفش کرد مهم نیست، لازم نمیدونیم بگی. متوجه شدید؟ تست بعدی رو ببینید. Hurry up, this information should to Mary and her family as soon as possible. گزینه ها رو نگاه کنید. A B پس پارتیسیپل. گزینه رو نگاه کنید. B پس پارتیسیپل نداره. گزینه سه رو نگاه کنید. Have sent. پس پارتیسیپل داره، بی نداره. گزینه چهار، بی
پس پارتیسیپل نکنه مجهوله، شک. خب سند یعنی چی؟ فرستادن. گذراست یا ناگذرا؟ میگید گذرا. چه چیزی را، چه کسی را؟ خب مفعولش کجاست؟ اوه، یکی از مفعولا اینجاست، تو مری، تو مری، به مری. اون یکی مفعول کجاست؟ اینا هاشش disinformation. یکی از مفعولها این وره، یکی از مفعولها این وره، درسته؟ این تست 100% مجهوله. ببینید مفعول مستقیم رو آورده قبل از فعل، مفعول غیر مستقیم تومری بعد از فعل. مفعول غیر مستقیم یا با واسطه چیه؟ همون توه دیگه، تو واسطه ایست که مری رو به جمله وصل کرده. پس این تست مجهوله، یا گزینه یک درسته یا گزینه چهار درسته. خب یک یا چهار، should be sent درسته یا should being sent درسته؟ احتمالا فهمیدید کدوم درسته. بعد از فعل کمکی should صورت ساده فعل رو به کار میبرن یا صورت ing فرمش رو؟ میگید صورت ساده فعل. آفرین به شما، گزینه یک درسته. این اطلاعات بهتره به خانواده مری و خودش هر چه زودتر فرستاده شود، بهتره فرستاده شود. متوجه شدید؟ تست بعدی رو ببینید، خواهش میکنم. This is a very difficult question, so it cannot so easily within a short time. جمله بی پس پارتیسیپل دارن، answer نداره. گزینه دو، a، این بی، اینم پس پارتیسیپل، نکنه مجهوله، شک. گزینه سه داره، داره، این بی به صورت مصدر تو بی اومده، اینم پس پارتیسیپل انسرد. گزینه چهار داره، نداره، انسرد رو داره پس پارتیسیپل ولی بی نداره. خب دو تا گزینه بی پس پارتیسیپل داره، نکنه این تست مجهوله، شک. انسر یعنی چی؟ پاسخ دادن. پاسخ دادن گذراست یا ناگذرا؟ گذراست. چه چیزی را، چه کسی را پاسخ دادن؟ خب مفعولش کجاست؟ ببینید بعد از نقطه چین اومده، نه بعد از نقطه چین که سو ایزیلی اومده. پس این مفعول کجاست؟ اینها question که به جاش چی به کار رفته؟ اینجا ایت به کار رفته. خب پس این تست مجهوله. حالا یا دو یا سه، دقت بکنید. بعد از can اونجا داشتیم، بعد از can صورت ساده فعل به کار میره یا صورت مصدری فعل؟ میگید صورت ساده فعل، درسته. آفرین، این درسته. cannot be answered. This is a very difficult question. این پرسش بسیار دشواریه. So بنابراین it cannot be answered. نمیتونه پاسخ داده بشه. So easily. به این آسونی. Within a short time. در طی یک زمان کوتاه. وقت لازم داره. ببینید چه جوری انتخاب بکنید. میدونم با دوره اینا قطعا موفق خواهید شد مجهولا رو عالی بزنید. خب حسن واقعا برنامه اپلیکیشن اینه که ما همیشه در دسترس شماییم. هر وقت دلتون خواست، هر وقت دیدید موضوع یادتون رفته، با یکی دو تا کلیک بلافاصله مثل اون قول چراغ جادو در حضور شما ظاهر میشیم و میگیم که بفرمایید، بفرمایید، اینم از مجهول، اونم از نمیدونم چی، اونم از چی، حاضریم همیشه.